هزاران نفر از ونزوئلا از این پل در سرحد کولومبیا برای خرید مواد غذایی و اولیه عبور میکنند، اما اکنون از طرف مقامات ونزوئلایی متوقف ساخته میشوند و از آنها خواسته میشود تا در همانجا بمانند و شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. فکر نکنم آنها بتوانند ما را جدا بسازند. مقامات میگویند سرحدات در سراسر جهان بسته شده است و کسی ما را از اینجا پس روان کرده نمیتواند. اما برای تکان نخوردن از اینجا ما را تهدید کرده اند. برای یکی دیگر از پناهجویان ونزوئلایی که از کشور خودش متواری شده، او تلاش دارد به پیرو برسد تا زنده بماند. ما ادامه خواهیم داد و توقف نخواهیم کرد. خانواده ما در ونزوئلا منتظر ما هستند. فرزندان ما اینجا با ما هستند و ما به سوی آینده بهتر می رویم به خاطر که می خواهیم کار کنیم. برخی از پناهگاه ها بسته شدن و مقامات صحی و شهرداری در کولومبیا گرد همایی های مردم را ممنوع اعلام کرده است. برخی کارمندان خدمات بشری خانواده های ونزوئلایی را به استودیوهای ورزشی منتقل ساختند و سایر پناهجویان در جاده ها سرگردان هستند. ما برای سلامتی و تندرستی مردم توجه میکنیم. بسیار چیز مهم است که مردمی که اینجا ماندن غذا داشته باشند. همزمان با مسدود شدن پل میان دو کشور، شهر کوچک سان آنتونیو دل تکیرا در ونزوئلا مسدود شده است. مردم از راه های خطرناک لاستراچاس عبور میکنند. اینجا هیچ نظافت مراعت نمی شود. آب زهری شده و هوا آلوده است. بسیار وضعیت صحی خطرناک است و ساده نیست که شما از آنچه می بینید از اینجا عبور کنید. اما ونزوئلایی ها این کار را می کنند. اداره صحت کوکتا می گوید آنها عبور مردم را از سرحد نظارت می کنند تا از شهر و باشندگان مراقبت گردد. این اداره می گوید آنها وضعیت را تحت نظر دارند تا برای پناهجویان از کشور ونزوئلا مواد غذایی برسانند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.